سرخط خبرها. برگزاری پنجمین جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه رنا، آمادگی های تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات پنج جانبه تایلند. اعضای این تیم پس از تمرینات فشرده خود را برای این مسابقات آماده می‌بینند. درصدی به تو 80% تیم آماده است خدا شکر برای مسابقات. سید علمی دانشجویان ژورنالیسم رنا و تلویزیون خورشید و افزایش مرکزهای ورزشی باولینگ در شهر کابل. شرح خبرها، من احمد زاهد همایون هستم. قرار است مسابقات فوتبال ساحلی میان تیم‌های افغانستان، چین، مالزی، تایلند و ویتنام در تایلند برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم فوتبال ساحلی افغانستان از آمادگی‌های لازم برای شرکت در این مسابقات برخوردار است. گزارشی از تسل سردار. تیم ملی فوتبال بازان ساحلی کشور برای آمادگی و اشتراک در مسابقات چهار جانبه ای که با میزبانی تایلند برگزار می شود از یک ماه به این سو فشرده تمریناتشان را آغاز کردند. ملی پوشان ساحلی کشور از سهولت هایی که فدراسیون فوتبال افغانستان برایشان مهیا کرده است خوشبین هستند و از آمادگی های تیمشان چنین اظهار بیان می کنند. برای ما استادیوم یا زمین فوتبال ساحلی فراهم است، در پهلوی از او مثلا ما میتونیم که از جیمی که در فدراسیون فوتبال قرار داره از او استفاده کنیم و مدت 3 هفته میشه که ما بعد از تمرین اسریا دریافت میکنیم. بازیکنان و سازان هم خدا زحمت میکشن، امیدواری هست که نتیجه خوب بگیریم و خیر پس برگردیم. تیم ما الان دقیقاً 80% تیم آماده است خدا شکر برای مسابقات و اینکه امیدوار هستیم که بتونیم توی مسابقات نتیجه خوب بگیریم تا مردم خوشحال بشن. در کنار بازیکنان با تجربه اینجا چهره های جدید به چشم می خورند. احسان الله شیرزاد مربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در مورد بازیکنان گفته هایی دارد. با شمولی بازیکنان سابق ما 5-6 بازیکن جدید جوان باسیدار در ترکیب اضافه نمودیم. تاریخ 10 نوامبر ان شاء الله ما سفر داریم، تاریخ 13 بازی اول ما همراه تایلند است. این در حالی است که تیم ملی ساحلی کشور در مسابقاتی که در سطح آسیا برگزار شده بود نتایج قابل قبول را کسب کردند. همایون کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان از پلان‌هایی که برای ملی پوشان ساحلی زیر دست دارد میگوید. تیم ساحلی ما در 2020 آمادگی برای مسابقات آسیایی المپیکی دارند. ما یک تیم ملی ما کم قسمی که در گذشته یک نتیجه بسیار خوبه در سطح آسیا تیم ساحلی افغانستان این پتانسیل ظرفیت را اینا دارند که میتونن در مسابقاتی که در تایلند پیش رو دارن یک دستاورد خوبی داشته باشن. و ما فدراسیون فوتبال زمینه تمریناتش را تقریبا از 2 ماه قبل آمادگی گرفتن. میدانشان با وجود چالش ها و مشکلات ها و انتاری که شد ما میدانش را دوباره بازسازی کردیم. قرار است این ملی فوتبال ساحلی کشور به تاریخ 10 نوامبر عازم تایلند شود و با تیم های چین، ویتنام، مالزی و تایلند میزبان بخت آزمایی بکند. دیده شود این آمادگی ها چه نتیجه را برای ملی پوشان کسب خواهد کرد. در این اواخر برپا شدن مرکزهای ورزشی و تفریحی باولینگ در شهر کابل افزایش یافته است. باولینگ که یک ورزش جدید در کشور عنوان می شود در میان جوانان کابل نشین شهره شده است. رشاد کارگر در این مورد گزارشی تهیه کرده است. در کنار سایر تفریحگاه های کابل این بار باشگاه های باولینگ مورد استقبال گرم جوانان قرار گرفت و این باعث شده که باشگاه های انگشت شمار در کابل ساخته شود تا جوانان و خانواده ها برای تمرین و سرگرمی به این مکان ها بیایند و اندک فکر تازه کنند. و قسمی که شما میبینید ما فعلا در مرکز بالغ قرار داریم و میبینید که یک فضای کاملا امن و فضای هست که میتونن هم جوان ها و هم خانواده ها با هم بیاین اینجا و چند لحظه که اینجا هستن ازش لذت ببرن و نه مزاحمت هست از طرف کسی و فضای کاملا امن است. چون فضای بالغ یک فضای آرام است، چون در وطن ما تو یک جای تفریحی نداریم، همین بالغ جای تفریح است، همینجا بیم روزانه روز هفته یک بار دو بار انشاءالله بالغ مشترک میکنیم. در رشد ورزش، در رشد فرهنگسازی بسیار نقش خوبی را داره. میتونن دوستان با هم یک جایی باید اینجا بشینن.
جوانان ایجاد چنین مراکز را امید بخش می دارند و فضای این باشگاه را برای خانواده ها و جوانان امن می خوانند. سلیمان کامل، مؤسس باشگاه براو بالینگ، هدف از بنیانگذاری این تفریگاه را ایجاد فضای سالم برای جوانان گفته و در مورد رقابت های این باشگاه گفته هایی دارد. از تاسیس باشگاه در سال میشه که ما این باشگاه را افتتاح کردیم. هدف اساسی ما از افتتاح یا جور کردن باشگاه بالینگ ای بود که با جوانان یک سرگرمی سالم قبلا نداشتیم. روزانه به تعداد خیلی زیاد از جوانان، از دختر خانم ها، از فامیل های محترم ما خیلی اشتراک میکنن. اولا خیلی با مشکل مواجه میشدیم، کسی بلد نبودن درست بازی را، آهستا همه ای بلد شدن و علاقه‌مندی خیلی زیاد پیدا کردن در بازی. ما قبلا مسابقه را گروهی برگزار میکردیم و فعلا ما کمک ریسرچ کردیم جستجو کردیم در باره بازی. فعلا ما مسابقات طور برگزار میکنیم که هر بازی کن سه راوند بازی میکنه، هر کسی که نمره بالا را گرفت اونم اول و دوم سیام میشه. اینجا مکان است که روزانه صدها نفر به دور از دغدغه های روزگار برای تفریح و سرگرمی می آید. رشاد کارگر، رنا میدیا، براو بالینگ. 490 تن از دانش آموختگان دانشکده های چهارگانه دانشگاه رنا در بزرگترین محفل فارغ التحصیلیشان اشتراک کردند. این جشن با حضور هیئت رهبری و علمی دانشگاه رنا، دانش آموختگان و خانواده هایشان برگزار شده است. دکتر شفیع الله نعیمی، رئیس دانشگاه رنا و رئیس اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان، از دانش آموختگان و خانواده‌هایشان سپاسگزاری کرده، بنابر نیازمندی‌های مهم کشور به آنها پیشنهاد ادامه تحصیلات تکمیلی کرد. همچنان سید مصطفی سعیدی، معاون علمی این دانشگاه، در سخنانش به دستاوردهای همانند تهیه و تدوین دومین پلان استراتژیک 5 ساله دانشگاه رنا، کسب نمرات عالی از پروسکی تضمین کیفیت و اعتباردهی، بررسی و تجدید نصاب درسی و پیشرفت‌های مرکز پژوهش دانشگاه رنا یادآوری کرد. در اخیر محفل، ریحانه برومند از دانشکده ژورنالیسم، عزیزه ایوبی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اجمل صفا از دانشکده اقتصاد و بانو عایشه نور از دانشکده کمپیوتر ساینس برندگان مدال‌های طلا از سوی هیئت علمی دانشگاه رنا شناخته شدند. و خبر اخیر هم این که دانشجویان سمستر اول روزانه دانشکده ژورنالیسم دانشگاه رنا از رادیو و تلویزیون خورشید دیدار کردند. در جریان این سیر علمی، استاد رهنما و مسئولان رادیو تلویزیون خورشید از نحوه کار خبرنگاران در استودیوی خبر و استودیوی رادیوی این شبکه برای دانشجویان معلومات ارائه کردند. تشکر از توجهتان. به خبرهای این ساعت با بقیه برنامه های رنا میدیا همراه باشید. رنا، شکوفایی استعدادها.